الله. به تلفات ویرانی های سیل سه روز گذشته استانهای شمال غرب ترکیه هر روز افزوده می شود. تا کنون 40 قربانی سیل از لابلای گلولای و ساختمان‌های فرو ریخته کشف شده و تعداد زیادی از ساکنین منتظر بازگشت نزدیکان مفقودشان هستند. بلکی biri bir şey söyler. Belki biri bir şey söyler. İşte bulduk diye. Bununla bekliyorum işte. Belki abisini bulur gelir. Belki abisinin kokusunu alır. تمام ظرفیت گروه‌های امدادی برای نجات گرفتاران و یافتن اجساد و مفقودین به کار گرفته شده است. اردوغان رئیس جمهور ترکیه با حضور در مناطق سیل زده سه استان کاستامونو، سینوپ و بارتین را مناطق فاجعه زده اعلام کرد. حیاتını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz. جان باختگان این حادثه را نمیتوانیم بازگردانیم. اما برای بازگرداندن هر چیزی که مردم این منطقه از دست داده اند آماده ایم. هنوز آمار دقیقی از خسارات سیل ویرانگر بر اثر باران‌های سیلاسا که از 3 روز پیش در ساحل دریای سیاه آغاز شده و ادامه دارد اعلام نشده. اما مقامات ترکیه میگویند این سیل تا حدی بی سابقه و ویرانگر است که انگار در منطقه زلزله رخ داده است. با اینکه بارش ها در مناطق شمال غرب همچنان ادامه دارد، کارشناسان هواشناسی برای تقویت این سیستم از غرب به شرق در روزهای آینده هشدار دادند. باران های شدید و سیلاسا تا روز سه‌شنبه مناطق شمال شرق ترکیه را شدیدتر تهدید می کند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.